حمایت شاهزاده رضا پهلوی و 21 چهره سرشناس از اعتراضات و اعتصابات شاهزاده رضا پهلوی و شماری از چهره های سرشناس در اطلاعی از اعتراضات و اعتصابات ملت ایران علیه حکومت دجال جمهوری اسلامی حمایت کردند در این اطلاعیه که روز سهشنبه پنجم مهر منتشر شد از اعتصاب سراسری اعلام شده از سوی معلمان برای روز چهارشنبه حمایت شده است. آنها از مادران و پدران دانش آموزان درخواست کردهاند که آنان را به مدرسه نفرستند. این اطلاعیه می گوید روزها دست از کار می کشیم و شبها در کوچه، خیابان، بر فراز بامها، سواره یا پیاده فریاد اعتراض سر می دهیم. این اطلاعیه همچنین از سایر اخشار و گروه های مختلف جامعه ایران مانند کارگران، بازاریان، دانش آموزان، دانشجویان، کامیونداران و اتوبوسرانان خواسته است که اعتصاب کرده و دست از کار بکشند. این اطلاعیه می گوید اعتصابات سراسری از روز چهارشنبه شروع می شود. این اطلاعیه گفته است، حرکت پرتوان و سراسری زنان و جوانان شجاع ایران زمین در اعتراض به مرحوم شدن ژینا امینی خیابانهای ایران را فت و پایه های حاکمیت جمهوری فاسد اسلامی را به لرزه درآورده است. بنابر گفته این اطلاعیه این جنبش ملی کلیت نظام را به چالش کشیده و می رود تا آن را سرنگون سازد. امضا این بیانیه گفتند به منظور حمایت مؤثرتر از این حرکت ایجاد هماهنگی لازم میان حوزه های متفاوت برای حمایت از ادامه اعتراضات و اعتصابات ضروری است و انزا این بیانیه قدم اول را برداشته و میکوشند ضمن هماهنگی با دستندرکاران این کارزار پشتیبانی جهانی از این انقلاب را هم جلب نمایند. اطلاعیه همچنین از همه سازمانها و جریانات سیاسی، شخصیت‌ها و های مدنی دعوت کرده با این هماهنگی ملی که بنا به حساسیت لحظه آغاز به کار کرده همراه شوند. اسامی امضاکنندگان این اطلاعیه به این شهر اعلام شده است. تورج عطابکی فریدون احمدی فرامرز اصلانی مهناز افخمی نازنین انصاری شاهین براتپور مهران براتی مرتزا برجسته نازنین بنیادی خسرو بیت اللهی رضا پهلوی ابراهیم حامدی محسن سازگارا کریم شامبیاتی حسن شریعت مداری یزدان شهدایی و رضا مریدی لو رفتن گزارش سری مقامات امنیتی درباره اقتشاشات پس از اقتشاشات سه مهر که بر اساس ارزیابی ها از نظر شدت و وسعت بیسابقه بود تا برای جلوگیری از استمرار اقتشاشات چارجویی کنند این جلسه ساعت 23 و 20 دقیقه شروع و تا نزدیک دوی بامداد ادامه داشت. در این جلسه خطیب وزیر ملعون اطلاعات، سردار سلامی، فرمانده مفعول سپاه، سردار اشتری، پوفیوز اعظم به همراه 18 تن از معاونان شرکت داشتند. این جلسه ابتدا قرار بوده در بیت سیدلی گدا برگزار شود، اما دکتر مرندی رئیس تیم پزشکی رهبری با توجه به وضعیت نامناسب جسمی آقا اجازه چنین نشستی را ندادند و همانطور که همه میدانیم خامنه ای ملعون قرار است ریغ رحمت را سر بکشد و شاید هم تا کنون سر کشیده باشد و ما خبر نداشته باشیم. اما خامنه ای ملعون نامه ای نوشته که در ابتدای جلسه هم قرائت شده. در این نامه رهبری تاکید کرده وضعیت کنونی طی چهار گذشته بی سابقه است و تنها آن را می توان با شرایط عملیات مرساد و شرایط گور به گور شدن خمینی مقایسه کرد چرا که اختشاشات دیگر نه در یک شهر یا یک استان بلکه سراسری شده و در طی این چند روز گذشته نیز نه تنها فروکش نکرده بلکه روندی سعودی دارد از این رو لازم است دستگاه های امنیتی تمام امکانات خود را در هماهنگی کامل با هم وارد صحنه کنند. اشتری ملعون پس از آن گزارشی از شرایط کنونی ارائه کرد و گفت مهمترین معضل ما تکسر نقاط اختشاش است. برای نمونه در تهران بیش از چهارده نقطه اختشاش بزرگ وجود داشت. در شهرهای دیگر هم وضعیت مشابه است. در حالی که یگان ویژه نمیتواند و نباید از تمرکز خارج شود و توان رویارویی با این تعداد مرکز اختشاش را ندارد. اشتری مفعول مشکل دیگر را گسترش اختشاشات در تمام کشور عنوان کرد که توان اعزام گارد ویژه یک استان به استانی دیگر را منتفی کرده و از این رو موضوع نیروی کمکی را منتفی کرده است. سردار سلامی حرامزاده هم گفت ما طی چند روز گذشته تلاش کردیم هماهنگ با فراجا و ستاد فرماندهی کل کار کنیم اما مشکلات فراجا مربوط به ما هم هست و گستردگی و تعدد نقاط اختشاش ابتکار عمل را به دست آشوبگران داده است سردار شرفی بیشرف جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا هم معزل دیگر را ورود گسترده ی کوکتل مولوتوف و وجود هسته های سازمان یافته اختشاشگران عنوان کرد او گفت برخلاف اختشاشات خودجوش گذشته این بار ما با یک فرماندهی مشخص اختشاش روبرو هستیم و تیم های سازماندهی شده تمامیت آشوبها را هدایت می کنند آنها با پرتاب کوکتل ها ابتکار عمل را از یگان موتوری و ماشینی گارد ویژه گرفتند سردار فتحی زاده حیف از نام سردار رئیس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا هم خستگی بیش از حد نیروها و مشکل روحیه آنها را معزل جدی دیگر نامید او گفت که نیروها روزهای متمادی است در خیابان مورد حمله مستمر آشوبگران هستند امکان استراحت هم ندارند و این بر فرسودگی آنها افسوده است. تبلیغات مسموم رسانه های بیگانه و فضای مجازی که سرنوشت آنها را در صورت سقوط جمهوری فاسد اسلامی در دستان انتقام اختشاشگران مینامد هم مزید بر علت شده و موارد درخواست استعفا فرار و سرپیچی از دستور مافوق را بسیار زیاد کرده است. در پایان این جلسه قرار شد سردار سلامی الدنگ تا جایی که میتواند نیروهای ذخیره سپاه را فرا بخواند هرچند او گفت این نیروها نه به اندازه کافی هستند و نه انگیزه ای دارند که در این شرایط به خدمت بیایند اما قرار شد موضوع فراخان بررسی شود مفاد این نشست در نامه‌ای برای سیدلی گدا هم ارسال شد